برای افغانهایی که در این رستوران در نیویورک دور هم آمده بودند، نوای سرود ملی کشورشان احساس غرور ملی و افتخار به سرزمینشان را تداعی می کرد که در برابر هر گونه اشغال بیگانه از کشور خود دفاع کرده اند. آنها به منظور تجلیل از 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان در برنامه‌ای که توسط قنصلگری سفارت افغانستان در نیویورک برگزار شده بود، دوره هم آمده بودند. اولتر از همه 100 سالگرد استقلال افغانستان تبریک عرض میکنم و ما مطمئن هستیم که مردمی که قربانی میدهند حتما پیروز هستند. در میان برگزاری جشن استقلال، مقامات افغان امیدوارند که مذاکرات دوحه که برای ایجاد صلح و ثبات از دست رفته ای افغانستان جریان دارد، باعث ایجاد صلح پایدار و نیز باعث حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور شود. ما به این امید هستیم که صحبت های صلح نتیجه مثبت و نتیجه هر چیز زودتر و خوبتر رو داشته باشه و افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و انتخابات افغانستان به بسیار زودی در ماه سپتامبر برگزار میشه و نظام جمهوریت همیشه در افغانستان باقی خواهد ماند. عده دیگری از افغانهایی که در این رویداد شرکت کرده بودند نیز ابراز احساسات نموده و نظریاتشان را در مورد اظهار داشتند. تا جایی که سفرهای آخری که من 2 ماه پیش به افغانستان داشتم، یعنی پیشرفتهای بسیار خوبه دیدم، ایشان تغییرات بسیار خوب است در کارها برای زندگی زنها و جوانای افغانستان. ما جزء از مملکت افغانستان هستیم و امروز 100 سالگرد افغانستان را به همراه برادران مسلمان، به همراه برادران هندوها، به همراه برادران سیکا در اینجا تجلیل میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم که این موقع برای ما مساعد شده و امروز با هم یک جا نشسته این جشن را تجلیل میکنیم. برای جامعه افغانهای مقیم نیویورک این رویداد بود که در آن احساسات و تعهدات خود را برای آینده بهتر افغانستان ابراز نمودند. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.